هر چقدر هم که رزولوشن صفحه نمایش ما بزرگتر میشه بازم خیلی وقتا هستش که ما میبینیم این پنل های کناری دست و پاگیرن یعنی در واقع اینا ما فقط یک کار خاصی توش داریم و لازم نیستش که این همیشه جلو چشم باشه این فضای کاری ما رو بگیره میبینیم که الان چه فضای زیادی رو این پنل ها در این سمت راست گرفتن و خب اگر که اینا نباشه من تصویرم میتونم بزرگتر بکنم و بیارم جلوتر اون رو نگاه بکنم برای همین معمولا ما از اسکرین مودهای های مختلف استفاده می کنیم اسکرین مود یا حالت های نمایشی یک سری از حالت هستن که به ما اجازه میدن مثلا این منوهای بالا یا این ابزارها یا اینها رو همه رو مخفی بکنیم به طور موقت تا بتونیم همه تمرکزمون رو فقط روی عکس بذاریم اگر که شما میخوان حالت های نمایشی مختلف رو ببینین باید وارد گزینه ویو بشین در اینجا برای گزینه اسکرین مود برین که در این قسمت هستش میبینید که در اینجا ما سه تا منو داریم یعنی سه تا دستور مختلف هستش استاندارد فول اسکرین وید منو بار و فول اسکرین خالی فول اسکرین وید منو بار این حالت هستش وقتی که من روش کلیک میکنم میبینید که الان تصویر من اون در واقع میله بارهای کنارش از بین رفتش ولی تمام منوها و اینا رو دا ما داریم میبینیم حالت دیگرش هم این هستش میریم این رو فول اسکرین میگه که وقتی وارد حال... حالت فول اسکرین میشین چون دیگه هیچ منوی رو شما نمیبینین داره میگه اگر اینجا رفتین دکمه F یا دکمه اسکیپ رو بزنین ببینین من الان فول اسکرین رو که میزنم دیگه هیچی چی نمیبینم در اینجا همه تمرکز من فقط روی عکسه اما چون هیچ کدوم از منوها وجود نداره داره به من میگه دکمه F رو بزن اگر دکمه F رو بزنم برمیگردم دوباره به حالت استاندارد ببینید ویو رو اسکرین مود دوباره برمیگردم به حالت استاندارد خب پس من اینجا یک چیزی رو متوجه میشم دکمه F روی کیبورد من دقیقا کاری که انجام میده این هستش که بین این حالت های مختلف جابجا میشه ببینین این و این دوباره F F این حالت که رو از بین رفت F تمام پنل ها پنهان شدن و دوباره برمیگردم اینجا چون این قابلیت رو ما خیلی استفاده می کنیم فوتوشاپ یک ابزار هم برای اون در نظر گرفته البته الان چون رزولوشن صفحه نمایش من برای ضبط پایین اومده شما این ابزار رو در اینجا نمیتونیم ببینیم به همین علت من روی این دو تا فلشی که در اینجا هست چک بار کلیک می کنم به این صورت تا ابزارهای من به صورت دو ردیفی در بیان حالا که به صورت دو ردیفی در آخرین ابزار در اینجا دو تا پنجره روی هم رو داریم میبینیم که اگر من روش کلیک بکنم همون فرمان‌هایی رو که اونجا داشتیم رو در اینجا هم داریم میبینیم با این تفاوت که یک حرف F هم جلوی اون قرار گرفته که داره به من نشون میده با حرف F من میتونم بین حالت مختلف این گزینه یا این ابزار جابجا بشم یک بار F رو میزنم این داره فول اسکرین رو میگه اگر برم میرم توی حالت فول اسکرین میگم بله دوباره F رو میرم ببینین الان من میتونم بین هر کدوم از اینها جابجا جا بشم مثلا من روی این حالت میرم البته یادمون باشه وقتی آخرین گزینه یعنی حالت فول اسکرین کامل ما میخوایم واردش بشیم هر دفعه میادش این رو به من میگه که اگر وارد این حالت شدی نگران نشو فکر نکن که همه چیز از دست رفته کافی دکمه F یا دکمه اسکیپ رو بزنی و از اون حالت میای بیرون یعنی من اگر این رو برم دکمه اسکیپ رو اگر بزنم از اون حالت میام بیرون البته بگم خیلی هم جای نگرانی نیست چون من دوباره اف رو میزنم و وارد این حالت میشم در این حالت یعنی حتی زمانی که من به حالت فول اسکرین کامل هم رفتم باز هم میتونم موسم رو به کنارهای تصویر ببرم سمت چپ منوی ابزارها رو میتونم ببینم و سمت راست پنل ها رو یعنی حتی وقتی که روی حالت فول کامل هم هستیم با چسبوندن موس به گوشه های تصویر شما میتونین چیزهایی که اونجا بود رو موقتا ظاهر بکنین و ازشون استفاده بکنین البته یه وقتایی من در حالت در این حالت وقتی دارم کار میکنم نمیخوام که همه منوها مخفی بشن چون این حالت آخری همه منوها رو مخفی میکنه و من خب نمیخوام میخوام هم در دسترس باشه فقط میخوام که این پنل سمت چپ و این پنل سمت راست نباشه به همین علت اینجور وقتا شما میتونید از یک دکمه دیگه استفاده بکنید دکمه تب روی کیبوردتون یعنی دکمه ای که دو تا دکمه زیر دکمه اسکیپتون قرار داره میتونه به طور موقت پنل های کناری رو پنهان بکنه الان من همه این منوها رو دارم پنجره فتوشاپ رو هم درست دارم میبینم برگه ها رو هم در این بالا اگر که چند تا برگه باشه همه رو دارم میبینم فقط این نوار ابزارها رو نمیبینم که میتونم بیارم به چسبونم اینجا موس ظاهر میشه و همچنین پنل ها رو نمیبینم که اون رو هم اگر به این طرف به چسبونم موس هم رو ظاهر میشه به این شیوه شما میتونین فقط نوار ابزارها و پنل ها رو پنهان بکنید البته اگر دوباره تبر رو بزنین دوباره اونها ظاهر میشن یه وقتایی هم هستش که فقط پنل ها رو شما میخوایم پنهان بکنین که فقط کافی دکمه شیفت تب رو بزنین به این صورت میبینین که الان پنل ها پنهان شدن و دوباره با شیفت تب اونها برمیگردن خب من دوباره روی این دوتا فلش کلیک میکنم تا منو هم برگرده این منوهای نوار ابزارم برگرده به حالت عادی و با شیفت تب هم میتونم پنل ها رو پنهان کنم و دوباره بیارم از این روش شما خیلی معمولا استفاده میکنید برای اینکه بتونید پنل ها رو به طور موقت پنهان بکنید تا تمرکز اصلیتون فقط روی عکس قرار بگیره